با عرض سلام و ادب، کیانی هستم، پژوهشگر و نویسنده طب آرمیکا. در این برنامه به خواص شگفت‌انگیز سکنجبین می‌پردازیم. امیدوارم مورد پسند دوستان عزیز قرار گیرد. سکنجبین معرب سکنجبین، یعنی یکی از نوشیدنی‌های بسیار قدیمی و سنتی از سرکه و شهد انگبین یا امروز شکر است. ابن سینا در باب سکنجبین رساله‌ای تحت عنوان منافع الشراب المسمى سکنجبین به زبان عربی نوشته است. روش تهیه سکنجبین ساده بدین قرار است: سرکه طبیعی 1 واحد، عسل یا شکر 2 واحد، آب 4 واحد یا آنگرد که لازم باشد، با توجه به غلظت مورد نظر را مخلوط کرده و می جوشانند تا قوام 1/4 یا 1/5 برسد. در تهیه سکنجبین از عرق نعنا یا خود نعنا نیز استفاده می کنند تا از عطر و خواص آن بهره‌مند شوند. سکنجبین ترکیبی از سرکه و انگبین یعنی عسل است. این واژه از 2 کلمه سک به معنای سرکه و انگبین به معنای شهد یا عسل ترکیب شده است. این خوراکی مزاج گرم و خشک دارد. به همین دلیل است که از ترکیب سرکه و عسل درست می شود. کاهو نیز جز مواد غذایی است که خاصیت دارویی زیادی دارد. این ماده خوراکی می تواند اثرات منفی کاهو را از بین ببرد. نسبت ترکیب سرکه و شهد آن بسته به زائقه و سلیقه افراد متفاوت است. با کم و زیاد کردن مقادیر سرکه و شیرینی در سکنجبین، مزاج و خواص آن تغییر می کند. این ماده خوراکی بسته به اینکه برای چه نوع مزاجی مصرف شود و برای درمان چه نوع بیماری به کار برود، ممکن است با سرکه، تمر هندی، آب نارنج، لیمو ترش، سیب ترش، گلابی ترش و یا به ترش تهیه شود. از نظر شیرینی ممکن است با عسل، دوشاب انگور و شیره خرما و غیره شیرین گردد و در هر یک از موارد و ترکیب‌های فوق با نسبت‌های مختلف بسته به اینکه بخواهند ترش یا شیرین باشد درست می‌شود. با استفاده از سکنجبین می توان انواع شربت های خانگی را تهیه کرد که در درمان بسیار بیماری ها مؤثر است. سردی معده یکی از مشکلاتی است که بعضی از مردم دچار آن می شوند. معده این افراد معمولا بعد از خوردن خوراکی ها که تب آنها سرد است به سرعت درد می گیرد یا نیاز به رفتن به سرویس بهداشتی پیدا می کنند. مصرف آن برای این افراد در فصل تابستان به ویژه همراه با کاهو برای کاهش حرارت و ایجاد آرامش توصیه می شود. خوردن کاهو به تنهایی برای این افراد مناسب نیست، زیرا اگر کاهو به تنهایی مصرف شود ممکن است رطوبت، تری و سردی آن تأثیر نامطلوبی بر روی افرادی که معده سردی دارند بر جای بگذارد. اما اگر به همراه این ماده خوراکی مصرف شود، این عوارض را به همراه نخواهد داشت. به همین خاطر اگر این ماده خوراکی به اندازه معین جوشانده شود، اثرات گرم و خشکی را بر جای می‌گذارد. همچنین نوشیدن شربت سکنجبین در درمان درد معده بسیار میتواند تاثیرگذار باشد. امروزه با توجه به افزایش مشکلات و استرس های زندگی، بیخوابی مردم بیشتر شده است. مردم برای درمان این عارضه به خوردن قرص و شربت های شیمیایی روی می آورند که در دراز مدت میتواند اثرات منفی برای جسم و روح آنها داشته باشد. اما پزشکان اغلب در این مواقع خوردن خوراکی های طبیعی را بیشتر توصیه می کنند. یکی از این خوراکی هایی که برای درمان بیخوابی تأثیر گذار است، خوردن سکنجبین با کاهوست.
با توجه به اینکه کاهو خواب‌آور، مسکن و ضد درد است، می تواند به همراه آن مصرف شود و مشکلی نیز برای بدن به همراه نداشته باشد. به همین خاطر متخصصان طب سنتی به کسانی که از بیخوابی یا خواب نامناسب مداوماً رنج میبرند توصیه میکنند قبل از خواب سالادی محتوای کاهو یا کاهو سکنجبین بخورند تا شبها خواب راحت تری داشته باشند. همچنین زمانی که غلظت خون بالا میرود سلامتی بدن به خطر میافتد. همینطور اگر خون بدن لخته شود عارضه هایی همچون حمله قلبی به وجود می آید. در نقطه مقابل نیز اگر خون لخته نشود ناراحتی هایی همچون خون دماغ، خونریزی شدید در دوران قاعدگی و چندین عوارض دیگر در بدن رخ می دهد. به همین دلیل میزان غلظت خون برای حفظ سلامتی بدن اهمیت بسیاری دارد. برای جلوگیری از به وجود آمدن این عوارض خوردن خوراکی هایی مانند کاهو و سکنجبین بسیار می تواند مؤثر باشد. همچنین رژیم غذایی صحیح یکی از دلایلی است که مردم در زمان قدیم روان آرامتری داشتند. آنها در اغلب خوراکی های طبیعی میل می کردند که در تهیه آنها خبری از افسودنی ها و مواد شیمیایی نبود. طبق تحقیق دانشمندان خوردن کاهو و سکنجبین در ایجاد حس آرامش و نشاط مؤثر است. کاهو حاوی ترکیب شیمیایی آرام بخشی به نام لاکتوسین است که از این رو مصرف آن در ایجاد آرامش و تسکین دردهای مبهم بدن مفید است. به طور کلی کاهو دارای خاصیت آرام بخش و خواب‌آور بوده و مصرف آن برای درمان بیش‌فعالی در کودکان نیز مفید است. خوردن مایعات برای فردی که دچار مسمومیت شده مفید می باشد. کاهو نیز همین شرایط را دارد و باعث ادرارآوری بیشتر در فرد بیمار می شود. حال اگر در کنار کاهو سکنجبین نیز مصرف شود تأثیرش افزایش پیدا می کند. به این خاطر که یکی از خواص آن کمک به دفع صفرا است و در نهایت مصرف آنها در کنار هم می تواند به دفع سموم بدن از طریق تحریک و ادرار کمک قابل توجهی کند. یکی از عارضه هایی که در فصل تابستان اغلب مردم دچار آن می شوند گرمازدگی است. برای رفع این مشکل جدا از استفاده از عینک و کلاه باید خوراکی های مصرف کرد که خنک و پرآب باشند. به همین خاطر پزشکان خوردن کاهو و سکنجبین را برای درمان گرمازدگی توصیه می کنند. این ماده خوراکی تشنگی را رفع می کند و از التهاب ناشی از گرما می کاهد و نیز سموم بدن را به همراه ادرار یا عرق بیرون می آورد. همچنین از مهمترین خواص این خوراکی در طب سنتی بهبود گرمازدگی، تعدیل حرارت و کاهش التهابات ناشی از گرما را می توان نام برد. هر فردی که قصد لاغر شدن دارد اولین چیزی که در رژیم غذایی خود قرار می دهد سالاد کاهو است، زیرا سالاد کاهو همانند دیگر سبزیجات کالری بسیار کمی دارد. همچنین با داشتن مقدار زیادی الیاف و سلولوز درون خود باعث می شود که احساس سیری به انسان دست دهد. بنابراین از بهترین خوراکی ها برای کاهش وزن در بلند مدت به حساب می آید. جالب است بدانی که هر کاهو حاوی فقط 5 کالری است و می تواند ریز مغذی هایی که به سختی در بدن دریافت می شود را فراهم کند. کاهو حاوی 1 تا 2% چربی است که برای کاهش وزن بسیار مناسب و مفید است. همچنین هضم بدن را بهبود می بخشد و باعث دفع مواد زائد خواهد شد که این امر نیز موجب کاهش وزن می شود. کاهو حاوی ویتامین های گروه B نیز هست. در نتیجه موجب تحریک سوخت و ساز شده و با افزایش چربی سوزی و کاهش ذخیره چربی ها می تواند
به کاهش وزن کمک کند. کاهو به همراه سکنجبین یکی از ترکیبات خوشمزه است که در فصل تابستان بیشتر مصرف می شود. این خوراکی خوشمزه نفوذ مواد را در بدن بیشتر می کند، باز کننده عروق بدن و مجاری است و خون بدن را نیز تمیز می کند. در برنامه های آتی به خواص و طرز تهیه انواع سکنجبین خواهیم پرداخت. به پایان این برنامه از طب آرمیکا رسیدیم. به امید زندگی برتر و بهتر برای همه دوستان عزیز.